Paris Bergman زیبا نیستش، یه قسمت خاصی زیباه. اگه دوست داریم که این بودار همراه من باشیم، فقط منتظر نباشیم که خیلی خوب از سمر برج ایفل و مجسمه آزاده رو ببینین، ولی یه سری جاهای خاصی میرم که یکم متفاوته با دیدگاه دیگه است. پس همراه من باشیم، ادامه‌اش رو نگاه کنیم. مرسی. کجا میریم؟ بلندتر صدا نمیاد. میریم سمت پیر حکیم مجسمه آلبانی. Let's go. بریم. بچه های معماری مسلما میشناسنش دیگه. آره ما داشته هم سه ماه در واقع با این پاییز و یه گالری رو درست کردیم که تهران تو میردون گالری فن هنر رو آزاد می‌کنیم که هم کار موسیقی ایرانی انجام میدیم هم کار فرش و سازهای ایرانی. برای همین اومدیم تو منطقه بنمرد، الان تازگی شروع کردیم فرشای ایرانی آوردیم که از شیراز میاد معمولا و همسر هم که کار ساز انجام میده و موسیقی بازم یه چیزی از این در واقع آره فکر کنم بحثا تلفظشه ولی آره فکر می‌کنم آره چرا که نه حتما اگر فکر کنم تو صحبت کنه وجود خیلی دیوار دوست داشتم گفته آره به تمام زبانای اینو نوشته جوتم I love you تی امو عربیش تو چی گفتی؟ احبک نحبک خیلی زوم کنم ببینیم این عربیش درنچه به همون میزانم تعداد مرده هاش داشت زیاد میشد درش قبرستون ها جا نداشتش و خیلی پادشاه اون زمان دقیقا یادم نمیاد یه چندم بودش که اصرار داشت که مثلا قبرستون رو ببرن بیرونش هم مردگان رو اعتماد بدن به بیرونش هم، ولی به خاطر کلیسا و مذهبیون این چیزا رو قبول نمی‌کردن. یه اتفاق میفته اون موقع یه بارون شدید میگیره و دیواره یک از قبرستون‌ها خراب میشه، در نتیجه اجساد همینطور از پشت سراجیر میشن توی خیابون. اونجا میشه که تصمیم میگیرن که این اجساد رو انتقال بدن به زیر زمین و اینطوری میشه که داستان کاتاکومبز یا دفنه مردگان ایجاد میشه. الان اگه بریم داخلش میخوره اسکلت و جمجمه و این داستان ها، حالا توضیحات بیشتر بازی آدم ها تو ایران بهتون میگم. قبلش باید رزرو بکنید تیکتتون و بعد رزرویشن داشته باشید. من برای ساعت 5 روب تیکتم آردی گرفتم تو وبسایت و میتونید باید من خونده بودم هر کسی میخواد شجاعت و شهامتش بسنجه، واقعا باید بیاد اینجا. خیلی ما آمدیم پایین، خیلی زیر زمین آبجی رو من واقعا میترسم. اشتخونای اجساد روی هم دیگه، ولی به نظر من وقتی جا نبوده شرایطش نبوده چرا کنه. من یه چیز دیگه هم که میخواستم بگم، بالا وقتی خوندم تمام تک تک این استخونایی که اینجا میبینیم رو تک تکشون استادی شده. بعد اینایی که به صورت گروپ رو هم چیدن نمیشه بود، کسی یه متد خاص داره چیدن اینا. این تونله آهکی، سنگ آهکی اینا بعدش من واقعا تو عمرم اینقدر مرده و سخون اینا ندارم. من آردی از اپرسیون اینجور چیزا میرم بعد الان این حجم از سخون فقط همشم به کازینم میرم حالم بده. بریم فکر کنم واقعا خیلی ترسناکه. خب ما الان اومدیم بیرون، من واقعا حالم اصلا خیلی خوبم نیست. اومدیم بیرون برای فاصله این استورش هم هست بهتون نشون میدم. داریم میریم سینما. کدوم فیلم فرانک؟ با میلیون. اوکی 3 ساعت و نیم هم فیلمش هست. فیلم تاریخیه در مورد هالیوود. بریم. بالاخره ساعت 8 ما جا داد برای فیلم. فاینالی. الان میریم یه چیزی بخوریم؟ آره. بریم فلافل معروف پاریس. بریم. من دیگه واسه خودم یه پا پاریس رو یاد گرفتم. الان این منطقه‌ای که هستیم شاتل هستش. برامون کتابخونه جورج پومپیدو هستش. یه جورایی تقریبا اینجا سنتر فرنگو حساب میشه. معمولا هر وقت میخوان قراری دوستا با هم بذارن همینجا میذارن که راه تقریبا برای همه یه جورایی نصف میشه. بعد الان داریم میریم سمت مقه یاد گرفتم. منطقه بیشتر اسرائیلی هست و فلافل های خیلی خوشمزه داره. داریم این فلافل بخوریم و منطقه مود پاریسه، یعنی من بیشتر میدونم بهترین استایلیست ها و کسایی که و خوراک منه. بریم بریم بریم. واسه تو موزه جورج پومپیدو. واو. جورج پومپیدو هستیم. اینجا کتابخونه اصلی و بزرگ پاریسه که تمام کسایی که اول مهاجرت میکنن میان فرانسه، به خصوص پاریس، میخوان مثلا زبان فرانسوی بخونن یا کتابی درسی بخونن و اینا، میان این کتابخونه. و بالای این کتابخونه موزه هستش که بیشتر هنرهای معاصر رو بهش رو میذارن، اکسپو میذارن براشون. و اینکه یک رستوران خیلی زیبا با ویوی خیلی زیبا از اوج ایفل و نمای شهر قدیم پاریس داره. الان پاریس مقه هستیم، منطقه پاریسی، یعنی اگه میخوایم به نظر من استایل‌های خیلی پاریسی و فرانسوی پاریسی ببینیم باید به این منطقه بیاین، به خاطر اینکه خیلی توریستی هم نیست. خود فرانسوی‌ها و پاریسی‌ها میخوان مثلا یه رستوران یا کافه جایی برن میان این منطقه. و اینکه خیلی به فلافل و اینکه منطقه همجنسگراها یعنی هموسکسوال هستش و خیلی منطقه خوبیه به نظر من. من عاشق این منطقه هستم. اگه دوست دارین یه تجربه پاریسی داشته باشیم که بیاین اینجا. الان بریم فلافل رو بخوریم که گشنمونه. Hurmalat. وای من تا حالا برابری نخورده بودم. خیلی پرمالاته. Non, on a pas. Est-ce que je peux prendre le film comme je vais prendre? Oui, bien sûr. Merci bien. Wow, pareil. Wow. Voilà. Enjoy. Merci. ما همین الان فیلم تمام شد اومدیم بیرون خسته و کوفته 3 ساعت این فیلم بودش. فرنک بگو ریکامند می‌کنی واسه این فیلم؟ 3 ساعت فیلم بود ولی ارزشش رو داره. قشنگه ها. بعد توضیح خاصی نمیدیم که اسپویلم نکنیم فیلمو دیگه. برین حتما این فیلمو ببینید. 12 شب بریم. وای. Bye.